سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحث تابلو و میخوایم این جلسه یاد بگیریم چجوری بتونیم از این بامپ چارت درست بکنیم. به این میگم بامپ چارت. خب دقیقا همین چیزی که این عکسی که اینجا میبینید میخوایم درست کنیم. خب من دیتا این جلسه رو بهتون لینکش رو بدم. خب از یک از این دوتا لینک میتونید دیتا این جلسه رو دانلود بکنید. اکسلش رو قبلا بهتون داده بودم، اکسل تکراری، ولی گفتم حالا جدا بهتون لینک بدم. خب بریم توی تابلو. من تابلو این نسخه قدیمی هم هست، بعد این آپدیتش هم بکنم حتما. این پایین آلارم میده که نسخه جدیدش اومده. خب این مستر رو بیارید بذارید اینجا. بریم توی اینجا. ما میخوایم یه جوری رتبه بندی داشته باشیم، ببینیم که وضعیت مثلا یه چیزی توی بس به زمان چه رتبه داشته. خب قبل اینکه بخوام مثلا بام چارت، اول یه حالت عادیش رو بهتون نشون بدم که چقدر سخته، بعد بام چارت چه کمکی به ما میکنه. پروفیت رو بیارید اینجا، بعد اوردر دیت رو بیارید اینجا ول کنید با کلیک راست، بذارید روی حالت کوارتر کانتینیوس. خب بعد ساب کاتگوری رو بیارید بذارید توی کالر، میشه برای مختلف ها. اینو میذاریم روی حالت بار. خب خیلی چیزی معلوم نیست از این، یعنی شما نمیدونی مثلا کاتگوری فلان تو فلان کوارتر چند دومی فروش بوده، نمیشه فهمید از تو این. بعد یه حالا چیزی به نام رنگ داشته باشید. خب برای اینکه رنگ داشته باشم اینو از شر این راحت میشم، بعد ساب کاتگوری میبرم میذارم اینجا. خب بعد اینو اگه چیزش بکنم نکن رنگ میشه. این اولیه الی آخر. میتونیم شماره رنگ هم داشته باشیم اینجا. یعنی من میخوام این رتبه ها رو این بالاش بنویسه. چجوری این کار میکنم؟ کنترل رو نگه دارید، اینو کپی کنید بندازید جلوش. خب بعد اینو کلیک راست کنید اینجا توی کویک تیبل کلکیولیشن دنبال رنگ میگشتم اینهاش. بعد این رنگ رو این بغلیش رو انتخاب کنید که این باز بشه، اینو بیارید بندازید توی لیبل، این میشه رنگش. همین کار رو بچه ها یه مدل دیگه هم میشه انجام داد. من دارم آمادتون میکنم برای بام چارت دست که اون چی کار میکنه برای ما. خب این بالا کلیر رو بزنید که پاک شه. یه کلکیولیت فیلد درست کنید روی پروفیت. کوشش کریت کلکیولیت فیلد، اسمشو میذارم رنگ آف پروفیت. بعد قبل این یه دون رنگ می نویسم روی سام این. اوکی. بعد این رنگ رو اگه بیارید بندازید اینجا توی اینجا، الان فعلا هیچی ندادم بهش، ساب کاتگوری رو هم اضافه کنم بفرمایید. حتی نمیخواستم اینجوری بشه. ساب کاتگوری رو بندازید توی رنگ. آها اینجوری قشنگ تر کنید. رنگ بندی شدم. حالا اگر بخوام این رنگ رو بر اساس زمان ببینیم، فقط کافی اوردر دیت اونجوری کلیک راست کنم، بیام بندازم اینجا رو کوارتر. اوکی. ولی این اصلا چیزی به درد بخوری نیستش. شما نمیتونی تو این بفهمی. خیلی سخته مثلا رنگ بندیه مثلا حساب کاتگوری مختلف رو توی فصل مختلف بفهمید. باید بریم سراغ بام چارت. خب الان چه اتفاقی افتاده؟ الان اومده این پروفیت رو، خب رنگش رو نسبت به کل این بازه محاسبه کرده. خب اما من نمیخوام اینجوری باشه، من میخوام نسبت به ساب کاتگوری رنگ حساب کنه. روی این کلیک راست میکنید compute using ساب کاتگوری. تمام. اگه این هم بذار رو حالت سیرکل فکر کنم نیا کنین هاشش، مثلا داره میگه تو این کوارتر رتبه بندی اینجوری بوده، تو این کوارتر اینجوری بوده، تو این اینجوری بوده. هنوز به اون بام چارتی که من میخوام هنوز نرسیدیم، ولی دیدم کم کم نزدیک میشیم. پس نسبت به هر کوارتر، تو هر کوارتر نسبت به ساب کاتگوری رنگ بندی کرد، نه نسبت به کل زمان. حالا برای اینکه یه ذره خلوت تر بشه کنترل رو نگه دارید، این ساب کاتگوری رو بذارید تو فیلتر. خب بعد چند تاشو بیشتر نمیارم. اوکی.
اینو رو همون لاین بذاریم. بیت تقریبا داره نزدیک میشه به همون چیزی که من میخوام. من قسمت قبلی توضیح بدم. اینجا که من اومدم کامپیوتر عوض کردم، قبلا چیکار میکرد؟ میمد رنگ سود رو نسبت به کل جدول، یعنی کل این جدول محاسبه میکرد، ولی من گفتم میخوام تو هر کوارتر نسبت به ساب کاتگوری حساب بکنه. اوکی، من همین رو تغییرش دادم. خب حالا من میخوام تو این نقطه ها یه دونه دایره بکشه و رتبه رو توش نشون بده. چجوری این کار میکنم؟ کنترل رو نگه دارید، یه کپی از این رنک آف پرافیت همینجا کنارش درست کنید. این دومیه رو میشه این پایینیه. خب کلیک کنید روش که اینجا انتخاب بشه، یا همینجا میتونید انتخاب کنید که اولی است این دومی است. این دومیه رو بذارید روی مثلا سیرکل، بعد یه بار دیگه کنترل رو نگه دارید، اینو رو لیبل هم بذارید که عدداش بیفته. بعد میخوام عددو بیفته تو این دایره، این لیبل رو بزنید، این الاینمنت رو بذارید رو وسط. آها، حالا فرق کافی که اینو بندازم روی این. الان دوال اکسیس دیگه، جلسه قبل رو صحبت کردیم. خب یه ذره فقط سایز اینو گنده کنم بعد بندازم بالا. خب روی این کلیک راست میکنید، دوال اکسیس، بعد سنکرونش هم بکنید. اوکی، فقط نکته که هست اینه که الان رتبه یک اومده پایین، من خواهم رتبه یک بره بالا، رتبه یک باید بالا باشه. چیکار میکنم؟ روی این کلیک، روی این دو بار کلیک کنید خب، یا این که ادیتش رو بزنید فرق نمیکنه. اینو بذار ریورس، یک رفت بالا. چون دیگه مقادیر رو همینجا دارم، میتونم از شر این دوتا محور هم راحت بشم، از این راستی راحت بشیم، از این هم راحت بشیم، چون دیگه عدداشو داریم دیگه. خیلی قشنگ شد. خب یه ذره رنگ بندیاشو قشنگ تر کنیم. اکسسوری باشه، اینو مثلا بکنیم قرمز، اینو بکنم قهوه‌ای، مثلا این زردارم بکنم مثلا سبز. بعد میتونیم اینجا فیلتر هم بکنیم، مثلا بکنیم این انتخاب کنید ببینید که مثلا تو فصل مختلف چجوری بوده وضعیتش. خیلی عالی. این فیلتر هم اگه بردید همه رو میاره. آرت رو نگاه کنید، عدداش چون یه بزرگ بوده دیگه نشون نمیده، بچه ها اشکال نداره بکنید و میتونید اینجا ببینید. خیلی عالی. اینم از بام چارت. بریم بیام جلسات دیگه، میریم سراغ یه چارت دیگه. خداحافظ.